قصه 8 دروغ مادر. جوان پسر چنین نقل میکند: مادرم همیشه سخنی راست نمیگوید. او به من 8 مرتبه دروغ گفته است. قصه دروغگویی مادرم از دوران تولد من آغاز یافته است. فرزند یگانه مادر بودم. وضع زندگیمان خیلی وزنین بود. طعام کافی برای خوردن نداشتیم. روز به خانه کسی کمی آش پلو آورد. او نصیبش را به من داد. وقتی که آش پلو را از طبق خود به طبق من میریخت، چنین میگفت: فرزندم، این آش را بخور، من گرسنه نیستم. این یکمین دروغی اوست. هنگامی که سالم کمی بزرگتر گردید، آگاه گردیدم که مادرم بعد انجام کار خانه برای ماهیداری به دریاچه نزد خانه امان می رفت. او مقصد داشت که هر روز یک ماهی دارد و آن را من تناول نمایم تا خوب و سلامت انکشاف یابم. باره دو ماهی داشت و زود به خانه شتافته برای ماهی بریان آمادگی دید. بعد چند لحظه مادر هر دوی ماهی بریان شده را نزدم گذاشت. من به خوردن ماهی یکم سر کردم. مادرم باشد باقی مانده گوشت پاره های را که در استخوان ماهی یکم میماند میخورد. دلم به حالش سوخت. ماهی دیگر را به نزدش گذاشتم تا آن را بخورد. اما او زود ماهی را به پیشم گذاشت و گفت: پسرم، این را نیز بخور. آیا نمیدانی که من ماهی را دوست نمیدارم؟ این دروغ دویومین مادرم بود. هنگامی که به سن مکتبی رسیدم، مادرم خواست مرا به مکتب ببرد، اما پول نداشت که خراجات آن را بپوشاند یا خود به من لباس و لوازمات مکتبی خریداری نماید. مادرم به بازار رفته با یکی از کارمندان دکان لباس فروشی مصلحت کرد که هر روز لباس های آن فروشگاه را گرفته در به در مردم می گردد و آن را به زنهای ثروتمند پیشنهاد خواهد کرد. در یکی از شبهای زمستانی که باران می بارید، مادرم از کار نه آمد. در خانه او را انتظاری می کشیدم. به جستجوی مادر برآمدم و او را در کوچه ها سراخ کردم. دیدم که در دست بار خلطه درهای مردم را می کفت. او را ندا کرده گفتم: مادر جان، بیا به خانه برگردیم، دیر شده است و هوا نیز خیلی سرد است. سحر کارتان را ادامه خواهید داد. او تبسم کرده گفت: پسرم، من خسته نیستم. این دروغ سیومین مادرم بود. روز در مکتب امتحان نیم ساله دویم برگزار می گردید. مادرم گفت که همراه هم به مکتب می رود. چون به مکتب رسیدیم، برای امتحان سپاری در آمدم. او باشد بر آمدن مرا زیر حرارت سوزان آفتاب انتظار بود. امتحان به پایان رسید. چون از صنف خانه بر آمدم، مادرم مرا با مهر و محبت به آغوش گرفت و گفت که با خواست خدا در امتحان موفق خواهم شد.
در دست مادرم جامی نوشابه‌ای را دیدم که آن را او خریده است تا من برابری برآمدن از امتحان بنوشم. از بس که خیلی تشنه بودم بیشتری آن را نوشیدم که حتی تشنگیم برطرف گردید. بناگاه نگاهم به رخسارش افتاد که از آن عرق می‌شورید. در حال جام نوشابه را به او دراز کرده گفتم: مادر جان، این را نوشید؟ مادر رد کرده گفت: پسرم، تو بنوش، من تشنه نیستم. این چهارمین دروغی مادرم است. بعد وفات پدرم مسئولیت خانه به دوش مادر افتاد. او ضرور می دانست که تمامی نیازهای مرا به جا آورد. وضع زندگیمان باز هم وزنین تر می شد. تلخی گرسنگی می چشیدیم. اما که داشتم که به نهایت شخصی خوب بود و در همسایگیمان زندگی می کرد. او کوشش می کرد که با قدر امکان به ما کمک رساند. چون همسایگان دیدند که وضع زندگانیمان روز از روز بدتر می شد، مادرم را نصیحت کردند که باید با مرد عائله دار شود تا زندگی خوب داشته باشد. تأکید کردند که هنوز جوان است، باید خانه‌دار شود. لیکن مادرم این پیشنهاد را رد کرده گفت: من به محبت نیاز ندارم. این پنجمین دروغ او بود. هنگامی که دانشگاه را ختم نمودم صاحب کار و وظیفه شدم. با خود گفتم اکنون وقت مناسب رسید که مادرم استراحت کند و من باید مسئولیت زندگی را به دوش گیرم. در این وقتها مادرم علکی سلامتیش را از دست داده بود. دیگر توانی با بار خلطه لباس ها به خانه مردم گشتن را نداشت. او هر صبح به بازار می رفت و آنجا به زمین قالین پرتافته سبزوات می فروخت. وقتی از او ترک کارش را خواهش کردم به سخن من گوش نداد، چون برای راضی کردن او از ماهانم برایش معاش خاص معین نمودم. بار دیگر پیشنهاد مرا رد نموده گفت: پسرم، مالت را حفظ نما، من برای خود مال کافی دارم. این دروغ ششمین مادرم بود. برابر کار خواندن را نیز دوام دادم. مگیستراتور را ختم نمودم. از همین لحاظ ماهانه هم زیاد گردید. بعدن شرکت خارجی که در آنجا کار می کردم امکانیت داد که در سریداره این شرکت در اوروپا فعالیتم را ادامه دهم. از شنیدن این خبر خوشحال بودم. در سر فکر آغاز زندگی نو کردم و حیاتی با سعادت را پیش نظر آورده خود را خوشنود می حسابیدم. بعد آن که به خارج سفر کردم و شرایط زیست را مهیا کردم، به مادرم زنگ زده او را برای زندگی در آنجا دعوت کردم. اما او نخواست و گفت: پسرم، من به زندگی فراخ عادت نکردم. این دروغ هفتمین مادرم بود. مادرم به پیری رسید و در پیران سالی به بیماری سرطان چشم مبتلا گردید. باید نفر پهلویش می بود تا نگاه و بینش می کرد. میان من و مادرم فاصله زیاد بود. من در دیگر کشور و او
در دیگر. با برابری شنیدن خبر بیماریش همه کارهایم را یک طرف گذاشته به دیدار بینیش شتافتم. دیدم که الکی جراحی شده است و در بستر بیماری خواب است. هنگامی که مرا دید کوشش کرد که برایم تبسم کند. دلم خیلی به حالش سوخت، چون که به نهایت ضعیف و لاغر گردیده بود. سیلابی اشک از چشمانم جاری شدند، اما مادر در این لحظه ها نیز مرا تسلی می داد: پسرم گریه نکن، من یگان درد را حس نمی کنم. این دروغی هشتمینی او بود. مادر بعدی به زبان آوردن این سخنان دیدگانش را پوشید، دیگر چشمانش را نکشاد. عزیزان دل، هر شخصی که این گنج بی‌بها را در حیات صاحب است باید آن را حفظ نماید تا از دست ندهد و غرق غم و غصه و پشیمانی نگردد. هر شخص باید در خاطر داشته باشد که مادر به خاطر ما چقدر مشقت ها را تحمل نموده است. مادر همیشه در فکر فرزندش است، اما بعضی از فرزندان باشند نه همه وقت در فکر مادرند. بیایید با قدر مادران برسیم، وگرنه دیر خواهد شد. بیا ای مادری غم دیده ای من، قدم هایت بر روی دیده ای من. بیا ای متکایی روزگار